به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و صحتمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی خوش آمدید خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف افتما با هم دیگر میخوانیم درست است؟ و فصل چندم هستیم فصل سوم اعداد تام درس پنجم و درس آخر ما از فصل است یعنی فصل ما و شما در امروز چی میشه در درس امروز خلاص میشه البته قبلی که بگیم امروز ما چه عنوان هایی را میخوانیم اول کارخانگی با ما روان کردن یا کارخانه گیره شما یا تو نستگه نه از طریق واتساپ نمبرش هم چند بود؟ دو سفر درست است؟ میتانستید از طریق واتساپ همین نمبر که به شما خوندم با ما در ارتباط شوید اگر کدام سوالی دارید کدام پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید و شریک بسازید درست است؟ خب شاگرده عزیز ما و شما در درس امروز چه عنوان هایی رو میخوانیم؟ دو عنوان باید بخوانیم پس اهداف درس پنجم از فصل سوم ما و شما اول چرا میخوانیم؟ تقسیم اعداد تام اگر یادتان باشد ما اعداد تام معرفی کردیم درست درس در همین فصل سوم اعداد تام معرفی کردیم بعد جمعش گفتیم گفتیم جمع دو عدد تام وقتی چی باشد مختلف علامه باشد یا هم علامه باشه اردوش گفتیم و بعد از چی رو گفتیم ضرب گفتیم البته قبل از ضرب چی گفتیم تفریق هم گفتیم نه جمع تفریق و بعد از ضرب گفتیم ضرب هم دو حالت داشته گفتیم یا هر دو عدد ما و شما چی است هم است یا مختلف است صحیح با سر تخته ما یک مثال میزنیم که یادتان بیایه و در درس امروز چی میخوانیم تقسیم اعداد تام که ما دو عدد تام اگر به هم تقسیم کنیم به چه شکل میشه علامش چه رقم میشه و عددش چه رقم میشه صحیح است پس این سر تخته تشریح میکنم و بعد از او چی میخوانیم بعد از او دریافت قیمت افاده های حسابی یعنی چه افاده حساب یعنی به ما شما یک سوال میته که ام جمع داره ام ضرب داره ام تقسیم داره ام جذر داره میتونم قوس داشته باشه ام توان داشته باشه سایست بعد با ما و شما میگه که دریافت کو حاصل چند بشه خب دقت کن با سر تخته من مثال براتون میزنم که فرق میکنه که ما اول جمع انجام بدیم یا ضرب انجام بدیم جواب ما و شما چی مساوی نمیشه فرق میکنه پس کدامش سایست با سر تخته برات میگم درست است پس شاگردای عزیز و گرامی بریم سر تخته ما چی کنم تقسیم اعداد تا برای تشریح کنم پس بریم سرتخته. تقسیم اعداد تاب خب شاگرده عزیز قبل که تقسیم بگیم ما یک یاداوری میکنم از جمع و ضرب عملی جمع و عملی ضرب عملی جمع یاد تانست گفتم که اگر ما شما دو عدد داشته باشیم به با عنوان مثال منفی دو جمع منفی سه جواب از چی میشه؟ اگر یادتون یک تا دو تا قانون درتون گفتم نگه قانون اول چی بود گفتیم اگر اردو عدد هم علامه باشند باید چی کنیم باید با هم جمع کنیم علامه ای چی است منفی علامه چی است یا منفی است پس با هم دیگه یار چی میکنیم جمع میکنیم دو و سه چند میشه پنج میشه و گفتیم علامه عدد بزرگتر رو میمانیم گفتیم وقتی که میگیم عدد بزرگتر تو باید علامه در نظر نگیری بین دو و سه کدامش کلانتر است سه بزرگتر است پس علامه از چی است منفی میمانیم یا مثال بعدی منفی دو جمع مثبت یک سعیست خب آلی یه دو هم علامه است میگیم نه دو چی هست علامه شی؟ و یک علامه مثبت است درست است پس هم علامه نیستند گفتیم وقتی که هم علامه نبودین چی میکنیم کم میکنیم دو یک از هم کم کو جوابش میشه یک صحیح ولی علامه عدد بزرگتر قانون همی بود دیگه درست است اگر هم علامه بود جمع میکردیم علامت عدد بزرگتر اگر هم علامه یا مختلف العلامه بود هم علامه نبود یا مختلف العلامه بود صحیح کم میکردیم و باز هم علامه عدد بزرگتر اما گفتیم منظور از بزرگتر چی است ای است که شما علامه ها رو در نظر نگیرید کدام عدد کلانتر است دو صحیح پس علامه چی است منفی بر جواب ما و شما میشه چی منفی یک پس ای از جمع بعد از چی گفتیم تفریق هم خود گفتیم و بعد ضرب گفتیم در ضرب اگر گفتیم. گفتیم که به عنوان مثال منفی 2 ضرب در منفی سه در ضرب گفتیم که چی ما و شما یک تا چی داشتیم چارت یا جدول ضرب علامت ها از او استفاده میکردیم و ضرب دریافت میکردیم یاد تا نست گفتیم منفی در منفی چی میشه علامش میشه مثبت آفرین پس میشه مثبت دو ضرب در سه هم چند میشه شش میشه او جدول چی بود جدول یا چارت ضرب علامت ها یا تا نست به این شکل بود گفتیم که اگر ما و شما مثبت ضرب در مثبت بسازیم جوابش چی میشه جوابش مثبت میشه آفرین پس جوابش میشه مثبت اگر مثبت ضرب در منفی بسازیم مثبت ضرب در منفی جواب چی میشه منفی درست است و اگر عالی منفی را ضرب در مثبت بسازیم باز جوابش چی میشه منفی و در آخر منفی ضرب در منفی جوابش چی میشه مثبت پس ضرب اعداد صحیح را ما از این چارت یا جدول چی ضرب علامت های استفاده میکردیم صحیح است یا تون ماندن دیگه نه با عنوان مثال دو سه شش علامه شی. منفی در منفی منفی ضرب در منفی چی میشه مثبت میشه پس مثبت شش یا یک تا مثال دیگه کار کنیم با عنوان مثال منفی پنج ضرب در شش خواهی شش که علامه نداره علامه چی است علامه مثبت است پس ضرب میکنیم اول علامه منفی در مثبت منفی زب در مثبت چی میشه؟ منفی میشه پس جوابش منفی است حالی پنج شش سی است؟ پس شد منفی سی پس یه فرق بین جمع و ضرب اعداد تام براتون گفتیم سیست حالی ما شما امروز چی رو میخوانیم؟ تقسیم اعداد تام با هم دیگه میخوانیم خب شکرده عزیز دقت کنید میار پاک میکنم ده تقسیم اعداد تا شما خود ضرب یاد دارین صحیح شما ضرب یاد دارین به عنوان مثال دقت کنید سه سه مثبت ضرب در منفی 5 جواب چی میشه جواب میشه 3 5 15 صحیح مثبت در منفی میشه منفی پس جواب ما و شما میشه منفی 15 دقیقاً علی اگر بیای ما و شما اینا جوابه ضرب دو عدد شده یک عدد صحیح جواب کشیدیم. آل همین جوابه ما و شما اگر بیایم بالای هر کدام از یا تقسیم کنه او یکی دیگه دریافت میشه 15 رو بالای 5 تقسیم کنیم چی میشه جوابش پا منفی 15 بالای منفی 5 تقسیم کنیم جوابش چی میشه جواب میشه مثبت 3 اما اگر منفی 15 رو بالای مثبت 3 تقسیم کنیم جوابش چی میشه منفی 5 در اعداد طبیعی خو یادتون هست از صفای گذشته درست است به عنوان مثال دقت کنید 4 ضرب در 5 جواب چند میشه 20 میشه صحیح دعدا طبیعی خو علامه نداشتن حالا چی میکنیم 20 را شما بالای 5 اگر تقسیم کنید؟ جواب 4 میشه اگر 20 را بالای 4 تقسیم کنید، جواب چی میشه 5 میشه صحیح است تقسیم با اونا مثال به این شکل است میتونید نشتا 20 تقسیم بر 5 جواب ما و شما چند میشه 4 میشه یا 20 اگر ما و شما تقسیم بر چی کنیم تقسیم بر 4 بسازیم جواب ما و شما چند میشه پنج میشه درست است ده طبیعی صحیح هم به اون شکل است تام یا صحیح به این شکل است دیگه شما دقت علامش دقت کنید اگر ما منفی 15 رو بالای منفی 5 تقسیم کنیم جواب چند میشه 15 بالای 5 تقسیم شود 3 میشه علامشی منفی در منفی مثبت میشه صحیح است و اگر منفی 15 رو ما بالای چی بالای مثبت سه تقسیم کنیم 15 بالای 3 تقسیم و جواب میشه 5 منفی در مثبت منفی در مثبت جواب باز چی میشه؟ منفی میشه یعنی چی؟ یعنی که در تقسیم اعداد تام هم ما و شما باید چی؟ از ضرب چارت ضرب علامت ها استفاده کنیم یا جدول ضرب علامت ها استفاده کنیم و است پس این جدول ضرب علامت ها هم برای ضرب اعداد تام است و هم برای تقسیم اعداد تام آفرین پس من چند مثال کار میکنم؟ پس ببینشک تقسیم میکنیم به عنوان مثال منفی 15 تقسیم بر مثبت 3 جواب ما شما چند میشه بگین شما آفرین 15 بالای 3 تقسیم شود جواب میشه 5 صحیح و منفی در مثبت جواب میشه منفی پس جواب چند شد منفی 5 و اگر ما شما بیایم چی کنیم ال 15 را منفی 15 را منفی 15 تقسیم بر منفی پنج جواب ما و شما چی میشه؟ پانزه بالای پنج تقسیم شد جواب میشه سه و علامه منفی در منفی چی میشه؟ مثبت میشه آفرین پس چی میشه؟ میشه مثبت سه سهیست؟ پس تقسیم هم دقیقا ما و شما فامیدیم که مثل اعداد طبیعی تقسیم میکنیم و برای علامه از جدول ضرب علامتها استفاده میکنیم درست است؟ فامیدی چرا شد دیگه نه؟ خب شاگرد عزیز مثال دیگه کار کنم مثال ما شما ممکنه به این شکل باشد دقت کنید یک تا خط کسری داده یک نکته براتون میگم خط کسری هم تقسیم است یعنی چی یعنی که ما و شما اگر داشته باشیم 5 تقسیم بر 3 5 خود تقسیم بر 3 نمیشه صحیح یعنی اگر ما و شما تقسیم کنیم باقی مانده عدد چی عدد دقیق جوابش دقیق نمیشه اشاره دار میشه صحیح است پنج تقسیم بر 3 اینو چه رقم نوشته میکنیم. 5 میکنیم. بر به جای تقسیم از چی خط کسری استفاده میکنیم. سیست که باز ما و شما فصل بعد ما و شما چی اعداد نسبتی یا اعداد ناطق است که در فصل بعد یار کامل میخوانیم سایس تا فرم اگر عدد ما و شما تقسیم نشد به شکل کسری نوشته میکنیم عدد اول در صورت و عدد دوم در مخرج نوشته میکنیم درست است ولی سوال ما و شما طوری است که ما و شما وقتی تقسیم میکنیم عدد ما و شما دقیق دریافت میشه درست است خب از دقت کنید با مثال با ما و شما به شک جواب داده سوال داده گفته جواب دریافت کنید گفته منفی دو زب در منفی با مثال پنج سیست در اینجا مثبت یک زب داره مثبت پنج جواب ما و شما چی میشه دهی؟ گفته دریافت کنید خب ما صورت اول دریافت میکنیم مخرج دریافت میکنیم بعد اینی خط کسی چی هست؟ علامه تقسیم است سایست پس میتونیم تقسیم کنیم پس ما اولی رو انجام بتو دو پنج چند میشه؟ دو ضرب در پنج؟ ده آفرین علامشی میشه؟ منفی ضرب در منفی؟ میشه مثبت آفرین پس مثبت ده سهیست؟ اما مخرج یک ضرب در پنج جواب چند میشه؟ پنج میشه و مثبت در مثبت باز میشه مثبت پس مثبت پنج خب تقسیم شد ده تقسیم بر پنج جواب چند میشه؟ ده تقسیم بر پنج جوابش میشه دو و مثبت در مثبت هم چی میشه مثبت که علامه مثبتم هم میتونیم نوشته نکنیم پس جواب ما شما در آخر چند شد دو شد صحیح یک تا مثال دیگه دقت کنید شاگرد عزیز با عنوان مثال منفی سه ضرب داره منفی ده صحیح و در مخرج چی است منفی سه ضرب در مثبت 5 خب جواب چی میشه ضرب کنید ره. پس یک تا خط کسیمه میکشم و اول صورت ضرب میکنم سه ضرب در ده سه ده چد میشه سی میشه آفرین و علامش منفی در منفی مثبت میشه پس مثبت سی سیست پس م... صورت موش شما چی شد مثبت است اما مخرج 3 ضرب در 5 3 5 15 آفاده اما علامتش میشه منفی ضرب در مثبت جواب میشه منفی پس شد منفی 15 صحیح است خب علی گفتیم علائم خط کسری علامت چی است علامت تقسیم است به جای تقسیم ما میتونیم از خط کسری استفاده کنیم فیف یعنی سی تقسیم بر 15 سی بالای 15 تقسیم کنید. جواب چند میشه چند دو پانزه میشه سی سیست پس باید دزین خود داشته باشه که وقتی این شما به تقسیم میکنید باید به شکل است یعنی باید بگی که دوی زب در 15 جواب شده سی سایس پس سیر ما بالای 15 تقسیم می‌کنه جواب ما شما اینی میشه دو میشه اگر سیر بالای دو تقسیم کنه جواب ما شما 15 میشه خود یاد دارین دیگه نه پس اول تقسیم میکنیم و بعد علامش تعیین می‌کنیم سایس خب بگن سی تقسیم بر 15 جواب میشه دو و علامتش مثبت ضرب در منفی چی میشه؟ منفی میشه. صحیح است؟ پس جواب ما و شما چند شد؟ منفی دو. صحیح؟ خب شاگرد عزیز پس فامله چه رقم شد دیگه نه؟ پس تقسیم اعداد تام ما و شما خواندم در سر تخته بر تشریح کردم با اعداد و مثال های متفاوت و فاملی که چه رقم است؟ درست است؟ پس عنوان اول ما و شما خلاص شد. چی است؟ تقسیم اعداد تام ما و شما خواندیم. پس من تیک مارک میکنم. پس چی پس تیک مارک و تقسیم اعداد تا ما خواندیم اما عنوان دوم درس ما و شما چی است دریافت قیمت افاده های حسابی پس بریم سر تخته من تخته پاک کنم و بگم معنای ای چی است درست است پس بریم سر تخته <تص> خب شاگرده عزیز و گرامی <تص> پس چی است دریافت قیمت فدا حسابی معنای چی است معنای چی است که ما یک تا مثال کار میکنیم که دقت کنید که بفهم معنای چی است به عنوان مثال منفی 3 جمع 2 ضرب در 4 منفی 1 جواب از دریافت کنید جواب چند میشه خب اینو دریافت کنیم چند میشه ممکنه اینو به چند طریق ما شما بتونیم دریافت کنیم جوابش دقت کن ما اگر بیایم از اول در جوابش دریافت کنیم چه رقم میشه منفی 3 جمع 2 هم علامه هستن میگیم نه خیر هم نیستن پس از هم چی میشه کم میشه علامه عدد بزرگتر پس جواب چند میشه جواب میشه منفی یک سه است از هم کم کنیم میشه یک علامه عدد بزرگتر سه کلانتر است علامه شی است منفی است پس منفی یک خود حال آخرش منفی یک چار منفی یک سه است خود جوابش انجام بده حالی منفی یک زب چار یک چار جواب ما شما میشه چار سه است مثبت علامه منفی است علامه مثبت است منفی در مثبت جواب چند میشه میشه منفی سه است؟ پس میشه منفی 4 جوابش شد منفی 4 و یک منفی کم دیگه دا آخر داره عالی منفی 4 که منفی یک هم علامت است اردیش منفی است دقت کنید ای اختصار شده و به شکل بوده درف بوده منفی 4 جمع منفی 1 صحیح است گفتیم در درس جمع اعداد تام گفتیم دیگه به شکل بوده اختصار شده به شکل شده خب حالا چی میشه جوابش هم علامت هستند با هم جمع میشه علامت عدده بزرگتر پس جواب ما شما میشه منفی 5 صحیح پس جواب چند شد؟ منفی پنج اما اگر ما بیایم همین سواله دقت کنید منفی سه جمع دو زبدر در منفی یک از یک طریق دیگه کار کنم چه طریق؟ ما اول بیایم این ضرب انجام بتون ضرب انجام بتون بعدی جمع انجام بتون چی, رق؟ چی رقم میشه؟ به انجام بیم. دو چهار جواب چند میشه؟ میشه اشت سی دو چهار اشت مثبت در مثبتم میشه مثبت شت. خب آلی منفی سه رکت مثبت منفیه عمل علامت منفی 2 چیه؟ مثبت. هم علامت نیستند از هم کم میشه. صحیح است؟ پس میشه چی؟ میشه منفی 3 با مثبتش از هم کمش و میشه 5. علامه‌ی عدد بزرگتر پس میشه مثبت 5. مثبت 5 منفی 1. یک. صحیح است؟ 1 آخروند نوشتکدیم. اولی مثبت و منفی هم علامت نیستند پس از هم کم میشه علامت عدد بزرگتر. پس چی میشه جواب؟ جواب میشه مثبت 4. پس این جواب شد مثبت 4. این جوابشان شد منفی 5. کدومش ریس؟ یا بیایم اگر ما و شما باز دوباره اولی را دریافت کنیم بعد رو دریافت کنیم بعد ضرب انجام میتونیم باز جواب یک،, یک, جواب دیگر میشه کشید سهیست؟ پس ما و شما اگر یک تا چی داشتم یک یک عباره یا یک افاده داشته باشیم از اعداد حسابی حساب اصاب بکنیم یاره سهیست؟ یا از اعداد داشته باشیم که حساب باید بکنیم خب ممکنه جواب های متفاید بکشیم کدامش سهیست؟ اولی سهیست جواب منفی میشه یا دومی جواب مثبت چهار میشه یا باز گفتم ما اگر ترتیب عملیاره انج... انجام فرق بتم این اولی منفی انجام بتون بعدی ضرب بعدی جمع چی میشه جواب و شما یک عدد دیگه میشه فهمیدی چرا خم شد خب پس ماوش شما یک تا قرارداد میکنیم که در کل دنیا می قرارداد است کل دنیا مردم دنیا همه را چرا همه قرارداد قبول داره که یعنی اولویت های عملی ها را ما بر نوشتن میکنیم که اول اگر ما هم جمع داشیم هم ضرب داشیم هم تقسیم داشیم کدام اول انجام بدیم بعد از این مثال این جواب دوم درست است صحیح است یعنی در جمع و ضرب ما و شما اول باید ضرب انجام بدیم 100 درصد در تمام دنیای قرارداد شده اوکی فهمیدی چی رقم شد دیگه پس چی میکنیم پس در ضرب و جمع اول ضرب انجام بدیم آلی اگر در تقسیم و ضرب باشه چی؟ باز من می‌کنم. میکنم پس من این رو پاک میکنم نوشته میکنم اولویت های انجام عملی ریاضی کدام اول باید کدام انجام بتیم است. پس من دختر پاک کنم خب شاگرده عزیز و گرامی پس اولویت های عملیه های ریاضی عملیه صحیح است؟ اولویت این کدام باید اول انجام بتیم سیست خب اول اصلا ما او شما چی انجام میتیم؟ من به شکل در زیر هم نوشته میکنم که بفامی سیست؟ پس اول اصلا ما او شما چی انجام میتیم؟ پرانتز یا قوس هست. سیست؟ پرانتز یا برای چی میگیم؟ قوس میگیم پس قوس انجام میتیم سیست؟ خب و بعد از قوس چیم؟ پس من من قوس نوشته کنم کتاب ما شما قوس گفته پس ما هم قوس نوشته پس ما اول چی انجام میتیم؟ قوس انجام میتیم. پس اول از همه قوس انجام بدیم بعد از قوس چی انجام میدیم توان و جذر هر کدامشی بود صحیح است توان جذر سخت نمیگینه هر کدوم در سوال بود باید انجام بدیم خب بعد از او چی انجام میدیم پس اول قوس بعد توان و جذر بعد از او ضرب و تقسیم ضرب و تقسیم صحیح و در آخر چی انجام میدیم جمع و تفریق خب شاگرد عزیز دقت کنید بسیار مهم است خب ما که گفتیم قوس انجام میدیم اما توان و جذب ضرب و تقسیم جمع و تفریق بین از دو خب ما, و... ما چی توان یا طاقت سایز طاقت هم توان بود دیگه تو... توان و طاقت انجام بدیم یا جذب انجام بدیم و بعد از ضرب و تقسیم انجام بدیم اما بین خود ضرب و تقسیم یا توان و جذب جمع و تفریق بین از هر کدامش انجام بدیم میگیم از چپ راست بین ضرب ما یک سوال داریم که هم ضرب دارم هم تقسیم داره او بین از یاردو هر کدامش که سمت چپ است او رو باید اول انجام بدیم صحیح است بس من اینو نوشته می از چپ به راست از چپ به راست صحیح است این شکل است از چپ به راست صحیح است و توان جذب به این شکل است از چپ به راست پس فهمید چرا خم شد دیگه نه پس چی میکنیم پس اینا چی است اولویت های چی است عملیه ریاضی من مثال کار میکنم تا متوجه باشی مثال حاصل را دریافت کنید خب با انوان مثال ما شما گفت حاصل را دریافت کنید با انوان مثال منفی 3 جمع 2 زبدر 5 منفی 3 تقسیم بر 3 صحیح است؟ این رو باید انجام بتیم خب این انجام بتیم چی میشه جواب ما با شما؟ اول کدام باید انجام بدیم گفتیم که بریم ببینیم هم چی داریم هم جمع داریم هم ضرب داریم هم منفی داریم هم تقسیم داریم صحیح خب اول کدام یار انجام بدیم یارا گفتیم که اول چی است اول قوس باید, قوس, قوس باید انجام بدیم پس ما و شما قوس داریم یعنی قوس باید انجام بدیم داخل از زیره درسته داخلش جمع یا منفی است ولی داخل قوس باید انجام بدیم چون قوس چی است از همه بالاتر است و بعد از چرا توان و جذب خدایی توان و جذب نداریم خب پس تر میشیم از زیر. و بعد ضرب تقسیم انجام بدیم خب دقت کن شاگرد عزیز ما یک نکته بر میگم نکته بسیار مهم است بس. ما اول داخل داخل قوس انجام میتون منفی سه جمع دو هم علامه هستند نگم نه خیر هم علامه نیستن پس از چی میشه کم میشه علامه عدد بزرگتر پس ما بهش یک نوشته میکنم و جواب از این چند میشه من روی از یک خط میکشم سه و دو از هم کم شد جواب ما و شما میشه یک علامه عدد بزرگتر میشه منفی یک سه است خب عالی دقت کن شاگرد عزیز ما خیلی از شاگردا همین نکته را غلط میکنه و جواب غلط میکشه شما شاید دزین خود بتونی انجام بدی بتو. ولی باید نوشته کنی صحیح است حتما باید نوشته کنی با قلم در کتابچه نوشته کنی که من وقتی که جواب از کشید منفی یک یک بار دیگه نوشته میکنه پس نوشته میکنه منفی یک ضرب در 5 منفی 3 تقسیم بر 3 صحیح است مساوی است با خب عالی حال چیکار میکنم عالی اولویت با کدام است اولیت ما و شما عالی فعلا با چی است ما ضرب داریم منفی داریم تقسیم داریم خب این منفی که اولویت خو... چی است آخر است بین ضرب و تقسیم بین ار... اردو کدام انجام بدیم گفتیم او که از چپ براست او که چپ تر است بین تقسیم و ضرب ضرب سمت چپ است پس ضرب اول انجام بدیم صحیح پس از مک ضرب انجام بتون چی می نوشته میکنم؟ ضرب میشه یک پنج جواب چند میشه پنج منفی علما ندارن میشه یفت مثبت است منفی در مثبت میشه منفی است. منفی یک پنجم پنج خب دیگار که کار ندارم نوشته میکنم نکتهش شمیسته که شما و عملی انجام بتون دیگار باید کلش خودشو نوشته کنی است؟ که خیلی از شاگردا رو نوشته نمیکنه مشکل در نمی میشه که غلط میکنه سیست پس من نوشته کردم یک پنج جوابش پنج شد منفی در مثبت منفی دیوار کار نداره فعلا نوشته میکنم پس میشه منفی سه تقسیم بر سه عالی مساوی است آلی خب عالی چی داریم یک تا منفی داریم یک تا تقسیم داریم کدام باید انجام بدیم تقسیم چون تقسیم از جمع تفریق چی بالاتر است سیس است؟ پس من تقسیم انجام بدم خب وقت تقسیم انجام پس من این منفی پنج کار ندارم پس باید نوشته کنم خود منفی پنج من نوشته میکنم منفی پنج دقت کنید منفی فی بنجامه کار نداشتم نویش نکردم ولی سه تقسیم بالای سه شه و جواب چند میشه میشه یک سه است اما ضرب علامت ها ای علامه این منفی از ایست دیگه منفی سه مثبت سه است منفی در مثبت میشه منفی پس شد منفی یک سایه سوال چرا خم شد؟ پس نکته شمی سه شاگرده عزیز من این تقسیم انجام توم اینی منفی پنج کار ندارم خودش نوشته میکنم یک بار دیگه سایه این همین نکته رو تو اگر راحت کنی دیگه از پیشت غلط نمیشه و یارم باید خواهی یاد داشته باشی که برد گفتیم حال چی میشه منفی پنج منفی یک هم علامه هستن میگیم بله پس چی با هم جمع میشه 5 و یک جوابش میشه 6 اما علامه عدده بزرگتر علامه عدد بزرگتر بین 5 و یک کدام بزرگتر, بزرگتر است پنج بزرگتر است که علامه منفی شاگرده عزیز من دیدم شاگرده خیلی از شاگرده بهش غلط میکنه میگه 5 و یک میشه شش هم علامه هم جمع میکنه بعد میگه منفی در منفی مثبت غلط است. این ای جمع است در ضرب گفتیم چی؟ جدول ضرب علامت هاست در جمع چی بود؟ در جمع گفتیم علامه عدد بزرگتر پس از پشت غلط نشوا سیست؟ پس جواب ما و شما در آخر چند شد؟ شد منفی شش پس فهمیدیم چرا خم شد دیگه نه؟ پس اولویت های عملیه ها در یازی یاسه. اول قوس سیست بعد توان و جذر ضرب و تقسیم جمع و تفریق اینا خودشان چی است؟ از چپ براست هر کدام چپتر باشد باید او را اول انجام بدیم. اما یک نکته دیگه ما میگم و درس ما و شما امروز خلاص میشه اون نکته چی هست؟ اون نکته به این شکل است که ما و شما سه نوع قوس داریم صحیح است من قوس رو در اینجا نوشته می در اینجا نوشته می در این بالا نوشته پس این چی هست؟ این قوس به این میگم قوس خرد یا قوس کوچک صحیح قوس کوچک بعد از چی داریم قوس متوسط داریم و بعد از قوس کلان داریم صحیح از هر سه قوس میشه استفاده کنه فرق نمی ولی ممکنه چی چه باشد ifade ما و شما بگه در جواب دریافتین ارسه قوس داشته باشه ما باید از داخلی ترین قوس کوچک ترین قوس شروع کنیم یعنی از قوس کوچک شروع میکنیم جواب دریافت میکنیم بعد اگر دو قوس داشتیم یک دریافت کنیم بعد داخل از دریافت میکنیم بعد داخل از دریافت میکنیم صحیح است پس فرم چه رقم شد پس قوس کوچک قوس متوسط و قوس کلان قوس بزرگ پس ما و شما گفتیم از داخلی ترین قوس باید جواب دریافت کنیم یعنی اول قوس کوچک قوس متوسط و قوس کلان دریافت میکنیم صحیح است و این عملیان ها خب میفهمیم دیگه این ترتیب اولویت های عملی ها خب شاگرد عزیز گرامی فهمید چرا خم شده دیگه نه شاگرد عزیز دریافت قیمت افاده حسابی را برات گفتیم و اولویت ها را برات گفتیم که چرا خم اول باید کدام انجام بده تا جواب ما و شما غلط نشه صحیح خب شاگرد عزیز پس من اینم میکنم پس دریافت قیمت افاده حسابی را خواندیم اما موضوع چی موضوع کارخانگی موضوع کارخانگی چی است تمرین های صفحه 88 و 90 کتاب باید حل کنید و ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم چند است 20964 780 255 40 اگر کدام مشکل هم دارید حل کارخانگی کدام سوال یا پیشنهاد انتقادی دارید میتونید با ما شریک بسازید از طریق همین نمبر که برای شما خواندم درست خب شاگردای عزیز پایان فصل سوم فصل سوم ما و شما که اعداد تام است در اینجا چی میشه در درس امروز خلاص میشه و بخیر ما و شما درس بعد فصل 4 شروع میکنیم درست است خب شاگردای عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم